فصل دوم. به فرشته کلیسای افسوس بنویس. این از سخنان آن کسی که 7 ستاره به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می کند. من اعمال تو، رنجهای تو و بردباری تو را می دانم. می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تا آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. اما این شکایت را از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما. و اگر توبه نکنی نزد تو میایم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از اعمال نقولاویان متنفر هستی. ای کسانی که گوش دارید با آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویست. این از سخنان آن اول و آخر، آن کسی که مرد و زنده شد. من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. می دانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید، ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید بانچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. به فرشته کلیسای پرغاموس بنویست. این از سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. می دانم تو در کجا به سر می بری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد. و می دانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد ایمانت را از دست ندادی. اما از تو چند شکایت دارم. در پرغاموس عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدن. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نقولاویان پیروی می‌کنند. پس توبه کن. اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می‌آید با آنان جنگ خواهم کرد. ای کسانی که گوش دارید آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی میدهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را میگیرد. به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس. این از سخنان پسر خدا که چشمانش مانند آتش می درخشد و پاهایش مثل برنج شفاف درخشان است. از اعمال و محبت و وفاداری و خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و می دانم که اکنون اعمال تو از گذشته بهتر است و اما از تو شکایتی دارم. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است.
به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کردن همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها همه کلیسا خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را تفحص می کنم و به هر یک از شما بر طبق اعمالش جزا خواهم داد. و اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتی راست که این تعالیم را نپذیرفته اید و آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان می خوانند نیاموخته اید. من نمی خواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. فقط می خواهم آنچه دارید تا زمانی که من می آیم محکم نگاه دارید. کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کردم انجام خواهد داد. و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها می گوید، بشنوید.